Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda. Vessalatu vesselamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kitab-ı şerhi dershoy mühim baroyi ümumi ümmet. Khulase-i sifati namaz. Behterin ez ki Müslüman dar khane-aş taharat bikunad ve behterin libas-hayash ra bipoşad. Sipas be tarafi mescid beravad ve dar rah raftan be mescid dar harakat-hayash aramish ve dar zahirash viqar dashte boşad. Yani sarosima naravad ya nadavad ya ziyad be in taraf be on taraf nigah nekunad ya avazash ra baland nabardarad. Pas zamane ki be mescid rasid, kafshayash ra baravarda ve onha ra dar jahay makhsus shuda bigzarad ve hamrahi kafshha dunya ra niz bigzarad. Pas bidonad ki dar mescidha kharidu furush ve e'lan chizi gumshuda haram ast ve hangami dakhil shudan in mescid pay rast ra pesh guzashta ve biguyad: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. و در وقت برآمدن از مسجد میگوید بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. و مردان در صف اول میایستند و زنان در صف آخر. اگر نماز اقامه شده بود، تکبیر احرام گفته و با امام وارد نماز میشود. در هر حالی که امام بود و رکعت زمان حساب میشود که به امام در قیام یا در رکوع بپیوندد. سپس هنگامی که امام سلام داد، رکعت‌های را دریاب نکرده است میخواند. اگر داخل مسجد شد و هنوز نماز اقامه نشده بود، نماز سنت پیش از فرض را میخواند. اگر نماز بود که سنت پیش از فرض نداشت، پیش از این که بنشیند نماز تحیه مسجد میخواند. با نگاه کردن به ساعت یا اه کردن برای برپا شدن نماز به حرمت مسجد تجاوز نکند. سنت است که امام و تنها گذار به سوی ستره نماز بخوانند و ستره امام برای کسانی که پشت سرش نماز میخوانند نیز ستره است. بین قدم هایش را همانند بین کتف ها قرار میدهند، نه بیش و نه کمتر، و بیرون پاهایشان را راست میکنند. بعد از اینکه شرط های نماز را به جا آورد، همراه با بالا برداشتن دست ها میگوید الله اکبر و انگشتان دست ها را در این هنگام به هم چسبانیده و دست را تا راست کیفت یا گوش ها بالا میبرد و کف دستش را طرف قبله میگیرد. سپس دست راستش را بر پشت دست چپ و بند و ساید آن میگذارد یا میبندد. نگاهش را در جای سجده قرار میدهد و به طرف ها توجه نمیکند. سپس مستحب است که فقط در رکعت اول بعد از تکبیر احرام دعای استفتاح را بخواند و بهتر این است که هر بار یکی از دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در استفتاح آمده است بخواند. سپس به آن چی وارد شده است استعاذه میخواند، میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سپس بسم الله میگوید، بسم الله الرحمن الرحیم. سپس سوره فاتحه را کامل با ترتیب به حرکت ها، کلمه ها، حرف ها و آیت هایش میخواند. سپس هر قدر از قرآن که میسر باشد به استعاذه میخواند و فقط در اول سوره ها بسم الله میگوید. سپس دستانش را همان گونه که در تکبیر احرام بالا میبرداشت، بالا برداشته در هنگامی که الله اکبر میگوید به رکوع میرود و زانوهایش را میقپد و آرنجهایش را قطع نمیکند و پشت را همراه سر برابر قرار میدهد و از روی واجب بودن یک بار سبحان ربی العظیم میگوید و مستحب است که به آن چیزی که وارد شده است زیاد نماید. سپس همراه با راز شدن از رکوع و پیش از این که کاملا بیستد، با برداشتن دست ها تا برابر گوش ها یا کتف ها میگوید سمی الله لمن حمده. زمانی که کاملا ایستاد میگوید ربنا و لک الحمد و مستحب است که لفظ های دیگری که وارد شده است نیز زیاده از آن بگوید. سپس به برداشتن دست ها تکبیر گفته و بر هفت اعضای خود، یعنی پیشانی، بینی، دو کفی دست، دو زانو و کفی انگشتان پا سجده میکند. در سجده بازی های خود را از پهلوها و رانها را از شکم و ساق خود دور کرده و ساید خود را از زمین بالا میگیرد و یک بار از روی واجب بودن سبحان ربی الاعلا میگوید و مستحب است که به آنچه وارد شده است زیاده نماید و میتواند
با اون چیز دوست می‌دارد دعا کند. سپس تکبیر می‌گوید و بر پای چپش در حالی که آن خوابانده شده است می‌نشیند و پای راست را راست می‌گذارد و شکم انگشتان پای راست را بر زمین می‌گذارد و انگشتان آن را به طرف قبله قرار می‌دهد و شکم کف دست را بر آخر رانها می‌گذارد. این طرز نشستن و در همه نشسته های نماز است، بجز 3 رکعت و 4 رکعت در تشهد اخیر به طرز تورک می نشیند. این تورکی پای چپش را در زیر ساق پای راست قرار می دهد. سپس تکبیر گفته به مانند سجده اول سجده می کند. سپس تکبیر گفته و برای رکعت دوم می خیزد و همان کارهای را که در رکعت اول انجام داد انجام می دهد، مگر که در رکعت دوم تکبیر احرام و دعای استفتاح وجود ندارد. هنگامی که از سجده دوم در رکعت دوم خیز برای تشهد می نشیند. در تشهد با انگشت سبابه اشاره کرده و نوگ انگشت میانه و ابهام را با هم می چسباند و در هنگام دعا در تشهد انگشت سبابه را حرکت می دهد. خواندن تشهد واجب است، این را می خواند. پس اگر نماز 2 رکعت باشد، در تشهد صلوات ابراهیمی فرستد، از 4 چیز به الله پناه می برد. پروردگارا، به تو از عذاب جهنم پناه می برم و به تو از عذاب قبر پناه می برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می برم و هر دعای دیگری که دوست دارد می کند. و بهترین این است که دعای کند که در سنت آمده است و همراه با آن بگوید: پروردگارا، مرا بر ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. سپس به طرف راست و چپ خود سلام می‌دهد و فقط سر خود را به حرکت دادن کتفها به طرف راست و چپ می‌گرداند و به اینکه سر خود را بالا و پایان برد یا که با دستانش اشاره کند. اگر نماز 3 یا 4 رکعت باشد، بعد از خواندن تشهد اول می خیزد. البته خواندن صلوات ابراهیمی در تشهد مستحب است. تکبیر گفته و رکعت 3 را خوانده و اگر نماز 3 رکعته است برای تشهد می نشیند و اگر 4 رکعته است رکعت 4 را نیز می خواند و سپس برای تشهد آخر می نشیند. تشهد را خوانده و صلوات ابراهیمی را می خواند و از 4 چیز به الله پناه می برد: پروردگارا، به تو از عذاب جهنم پناه می برم و به تو از عذاب قبر پناه می برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می برم و هر دعای دیگری که دوست دارد می کند و بهتر این که دعای کند که در سنت آمده است و همراه با آن می گوید: پروردگارا، مرا در ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. اگر نماز فرض می خوان، خواندن اذکار وارده بعد از نماز برایش مستحب است: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سپس می گوید: سبحان الله والحمد لله والله اکبر و هر کدام را 33 باری می گوید که جمع 99 بار می شود و 100 آن با گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و پایان می رساند. سپس آیت الکرسی می خواند: الله لا اله الا هو الحي القيوم تا آخر. سپس سوره اخلاص: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. و سوره فلق: قل اعوذ برب الفلق. و سوره ناس: قل اعوذ برب الناس را می خواند. تنبیه مهم: قبلا ذکر شد که یکی از شرطهای درست شدن نماز پوشاندن عورت است که در نماز واجب است. نمازگزار باید حذر نماید تا عورتش در وقت نماز نمایان نشود که به این خاطر نمازش باطل می شود. هرگاه یک نمازگزار همراه با امام نماز خواند، مشروع این است که طرف راست او بیستد، بجوله که پاهایشان برابر یکدیگر باشد، نه از امام پیشتر بیستد و نه از آن عقبتر و همین طور در کنار باقی نمازگزاران می ایستد.